آقای بومیا، امروز واقعا مجلس خوشاب رنگ نبود، بسیار پر نبود، تکمیل نبود از دید شما به خاطر دقت کافی و رای دادن و دیدن برنامه های نامزد وزرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، به همکارای میز و همچنان بیننده های محترم تلویزیون یک. قسمی که شما هم در نخست در مقدمه گفتارتان گفتین و جناب وکیل صاحب با هم اقرار بر این عمل کردن که گویا یک سلسله مشکلات شخصی خود را که یا شخصی خونی خب بازم مشکلات موکلین خود را مطرح کرد، اما بدون این که توجه داشته باشند که مشکل یک موکل حل کردن ولی مشکل 30 میلیون موکل را با جا گذاشتن قابل بیلانس نیست، توجیه هم شده نمیتونه. در هر صورتش روز در اوایل روز هوا گرم بود، هوای داخل تالار و همچنان توقع هم میرفت که گویا تا آخر مجلس باید دوستا باشن، اما مجلس هم یکمک طولانی شد، در حدود 30 و نیم بعد ظهر بود که مجلس خاتمه یافت، 30 و 25 دقیقه بود تقریبا که کاندید وزیر صاحب آدموجه حضور داشتن. مشکل اساسی ای است که اونا خود طرحهای خود را از 20 تا 25 دقیقه ارائه کردن ولی این وکیل صاحبا بودن که مجلس را دراز ساختن، سوال کردن، هر کس به خاطر از این که نمایش به تکی گویا ما هم سوال کردم در این مورد، با مجرد این که مایک خود را خاموش میکرد دیگه مجلس را ترک میکرد. آقای خانم سوال را برای کی کردی؟ اگر خودت میخوای که پاسخ دریابی بشی چلنج کو، اگر پاسخ برات قناعت بخش بود خوب، در غیر از میتونی چلنج تو را داری یا سوال دومی بکنی و یا هی که با رای چلنجش کنی. متاسفانه امروز به خاطر چلنج کسی تا آخر حضور نداشت، ولی اینا که گفته بودن ما دقت میکنیم و تا پای جانم میستیم که بدانیم واقعا یک نامزد وزیر شایستگی رفتن به درون یک وزارت را داره. حالا به قول شما این سوالات تنها بار نمایشی داشت که حالا مردمشان ببینن که واقعا این هم توانایی یک سوال خیلی خوب داره، اما پاسخ کی باید میشنید؟ ظاهرا همین چیزی که گفتم به نمایش گذاشته شد و اگر تعریف دیگه کسی برش داده میتونه، ما تعریف دیگه ازش یافته نتونستم، اما به هر صورتش بیاین ببینیم که موضوع دقت کامل از هر دو طرف مطرح بحث است. جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرائیه هم از مدت چند ماه به این طرف یگانه ترکیزی که میکردن بالای دقت 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 که ما کابینه را معرفی میکنیم که با زیور تخصص آراسته باشه و بالاخره پارلمان هم ناگزیر شد و ولسی جرگه هم ناگزیر شد که برش رای بده چون مسئله تخصص مطرح است در اینجا. بله. اگر هوا چنین باشه که از طرف ارگ وزیده شد، اینقدر ذره‌بینی دقت شده باشه که ما شما دیدیم که چیزی که در دیگ بود در کاسه برآمد، ما توقع بیشتر هم ندارم با در نظر داشت شرایطی که در خود نظام حاکم است، در خود ولسی جرگه حاکم است، مسائلی است. ببینید شما علاوه به اینکه دو پارتی رسمی در ولسی جرگه فعال است که جناب وکیل صاحبم شاید بر این باشه که پارتی دو گروه مختلف در نظام، پارتی های غیر رسمی ولایتی، سمتی، زبانی، قومی، حتی مذهبی سایه خود را انداخته میتونه بالای مسائل تخصص و یا هم تخصص تثبیت تخصص و دقت. این دو تا پارتی یک مقدار اگه شرح بتین. ببین حکومت وحدت ملی بله از کدام دو پارتی ساخته شده؟ 50-50% وزرا از کدام پارتی آمده؟ پارتی ریاست اجرایی، پارتی ریاست جمهوری. این یک حقیقت واضح و روشن است که وکیل صاحبای محترم با این چلنج مواجه هستند و این بالای تصامیم بخواهی نخواهی سایه خود را مندازه. پارتی های کوچک که سابق هم در اینجا مشهود بود و قابل احساس بود، پارتی های قومی است. بله.
که ما مردم افغانستان هستیم، اینمی سرشت ماست و اینمی رقم تابال ما، تابال گلوبالایز نشدیم، افکار ما گلوبالایز نشد، ما فرو ولایتی فکر میکنیم، فرو قومی فکر میکنیم، فرو زبانی فکر میکنیم، تابال به فرای مسائل نبر آمدیم. بنان این بالای تصمیم بخوایی نخوایی تأثیر گذار است. و مسئله دیگری که گفتم، مسئله فیصله ولسی جرگه است مبنی بر دقت، و هم بخوای نخوای رنگ از دقت ارگ گرفته میتان. سپاسگزار. آقای قیصاری، شما در یک نگاه کلی اگر رفتار درون امروز مجلس ارزیابی کنین به عنوان نماینده مردم، پس از او باز میریم روی یک سوال مشخصتر. امروز فکر میکنید چه چیز سبب شد تا در ساعت آخر روز و پس از ظهر مجلس آیست آیست خالی شد و فقط چند نفر محدود مان؟ ارزیابی شما چه است؟ آیا خود شما هم جمع رفتگان بودین یا نشسته بودین در مجلس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با خود شما. سلام بر شما. با بینندگان تلویزیون یک، با دوستایی که امروز ما امشب دید نظر دارن. ما نظر ما یکی که وکیل صاحبا که ما دور قبلی هم دور 15 بودم. بله. این همی روز یک شنبه یا روز چهارشنبه، اما وکیل صاحبا بیچارا دم شعبه سرگردان است. حتی به خاطر یک تذکره یا پاسپورت میرن. چون که موکلین شونه. شعبه هم که وزیر ندارن، حالت وزارت هم بله. وزیر ندارن. وزیر ندارن. بله. موکلین دایی کپسی نمیکنه. میگه که وزیر ندارن. میگه وزیر تا اینم بی قانونی هم باشه وکیل صاحب همراه ما بره. اگر نرفت میگه که اینا رای ما سوخت داد. من که ده حسابی یک چند منبع داره، این همه وکیل صاحبای پارلمان هستن، دو باند بودن با سال، یک شو به طرف رئیس صاحب اجرایی، یک سر رئیس صاحب جمهور. بله. ایرا خو نادیده گرفته نمیتونم. طبعا از همه وکیلا را اکثریت شما میبینن از همه هر دو جناب یک اندازه راضی نیستن. هواخواه او جناب، هواخواه ای جناب برداشت از چی رضایت نداره؟ یعنی تعیینات کرده باشه در این مشوره نشده باشه، یعنی یک قانونی که بر شده، یعنی از وکیلا هیچ جدا کابنه نیایه، یعنی وزرای قبلی ده نیایه، هر کدام سایه خود انداخت دهی پروسه، نظر ما میگم دیگه. بله. این هم شاید یک تاثیر داشته باشه. یکی هم که روز اولی بود و شاید هم وکیلا در حقیقت ما تا آخر شاید دم جلسه بودم و سوالات ما همطور یک اندازه واضح تر بود، خاصتا با حساب سکتور امنیتی. ای طور هم نیست که تا آخر وکیل صاحبه در ای دید باشه که هیچ در ای روز آخر پیش بود ای رقمی. من این فکر نمی کنم. فکر میکنید چه چیز سبب شد؟ چرا آقای بومیا پیشتر خیلی خوب تحلیل کردن، گفتن حالا به خاطر یک نفر موکل بریم بیرون خوب است، یا اینکه ما 30 میلیون موکل کالا نشسته و انتظار میکشن ما افراد شایسته انتخاب کنیم، باید تا آخر روز می بودن دیگه؟ بله، ما هم تایید میکنیم گپشونه. شما تا آخر روز بودین شخصا؟ بله، بله. چه برداشت کردین؟ نامزد وزرایی که امروز 4 نامزد وزیر کامده بودن، ارزیابی شما چه بود؟ آیا واقعا شایستگی رفتن به درون وزارت های مربوطی خودشان را داشتن؟ بله، لایقت هم داشتن. اینطور که ما رد نمیکنیم، بگیم رد میکنیم، بگیم اینا لایقت نداشتن. لایقت داشتن. وکیل صاحبایی که یا چهارشنبه که موکلینش با نه شد، یا کدام دلسردی که پیشتر گپا را با شما گفتم، یا اونا یک اندازه سایه هم اب کند. و شاید هم وزیرهایی که 20 وزیر دیگه دارم، سبا روز پنجشنبه هم شاید هم وزیرها بیا این گپا همه وقت دمام نکنن. امروز طبعا روز اولی بود، وکیل صاحبان بیتر شاید هم بیشترش در قصدی هم این کار نکده باشن، بازم بیشترش در قصدی هم کده باشن، یعنی یا قطعه مشوره نشد یا وزیر. قصد با کی؟ با مردم یا با دولت؟ آواخای دکتر صاحب عبدالله به خود دکتر صاحب عبدالله، آقا خواهی دکتر صاحب اشرف غنی با یزی میگه چرا بار ما مشوره نکردی؟ ما با تو کمپاین کردیم، ما با باند تو بودیم، ما با سایه، حتما این گپ سایه انداخته. یعنی یک نارضایتی بین وکیل و ریاست جایه و وکیل و ریاست جمهوری سبب شد تا و کلام نشان بده که حالا ما توانایی داریم دیگه، میتونیم بریم و میتونیم که بشنویم، چون این چیزه. میتونم برم. بله. میتونم بشینم، میتونم رای ندیم، میتونم که رای بیتیم. وکیل صلاحیت خود داره. یعنی ربطنش اینه امروز با شما بگیم سوا شاد تا آخر درسه بشدن، امروز روز چهارشنبه است یا اینکه موکل نشان است یا که هوا، یعنی شما ببین یک وکیل خانهش در کجا باشه. بله. یعنی در نماز، ما خود ما خانه ما در پاری پارلمان بود، تا نماز خواندم یک لقمه نان خوردم تا آمدم خیلی یک دو تا وزیر نظرات های خود را گفته بود.
یعنی ای طور خواهم خواهی طور ما همه وکلا را اما کسایی که نبود دیگه مردم حالا نامزد وزرام برنامهش در چوکی های خالی گفتن نه شادم منبعدش ای طور داشته و امروز خواهم وکلا دقیقه ما هم از وکلا دیپا نمیکنه معلومات بدن ولی اینجا دو تا تقریبا نامزد وزرای کامده بودن مثلا وزارت دفاع مثلا معرف مثلا انکشاف دهاد جوقاف اینا بسیار وزارت های فکر نمیکنین با وزنای سنگین بود بله بله سپاسگزار بینندگان عزیز وقفه خیلی کوتاه داریم پس از آن ادامه بحث رو با ما دنبال کنید